ششمین دور گفتگوهای امنیتی هرات با حضور نمایندگان و سازمانهای بین المللی 19 کشور و مقامهای حکومت مرکزی در شهر هرات روز جمعه دایر خواهد شد. داود مرادیان رئیس انستیتیوت مطالعات استراتژیک افغانستان میگوید قرار است روی آینده دولت ملی بحث و گفتگو صورت گیرد. قرار است در حاشیه این کنفرانس روی سیاست جدید آمریکا در قبال افغانستان نیز بحث شود. ویس برمک وزیر داخلی افغانستان نیز جهت اشتراک در این کنفرانس به هرات آمده است. همکارم سلیم مقیمی گزارشی دارد که با هم میبینیم. نشست بین‌المللی گفتگوهای امنیتی هرات امسال با اشتراک 120 مهمان از 19 کشور و سازمانهای جهانی و چند وزیر کابینه حکومت وحدت ملی در شهر هرات برگزار خواهد شد. داوود مرادیان رئیس انستیتیوت مطالعات استراتژیک افغانستان و برگزار کننده این نشست میگوید موضوع نشست امسال روی محور آینده حکومت‌های ملی در جهان میچرخد که قرار است کارشناسان سیاسی، دیپلمات‌ها و سیاسیون در این مورد تبادل نظر نمایند. از ترکیب مهمان‌های خارجی ما بین 19 کشور و سازمان بین‌المللی مهمان خواهیم داشت که اکثر از اینها در سطح کارشناسی هستند، چون گفتگو بیشتر گفتگو بین کارشناسان و متخصصان می باشند. در امین حال رئیس انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان تاکید می کند این گفتگوها به منظور تفاهم میان کشورها صورت می گیرد و شهروندان کشور نباید توقع داشته باشند که به زودی این نشستها نتیجه دهد. آقای مرادیان میگوید در حاشیه این نشست قرار است در مورد راهبرد جدید آمریکا در قبال افغانستان با اشتراک نماینده های جمهوری اسلامی ایران، پاکستان و چین نشست ویژه‌ای برپا شود. ما یک نشست ویژه‌ای خواهیم داشت برای بررسی سیاست جدید ایالات متحده برای افغانستان است که در این نشست ویژه ما نماینده های از ایران، پاکستان، چین، ناتو، آمریکا و یک از معاونین وزارت دفاع افغانستان هم در مورد سیاست جدید آمریکا تبادل نظر خواهند داشت. در این نشست همچنان ویس احمد برمک وزیر داخلی حکومت وحدت ملی و علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب به نمایندگی از دولت شرکت می کنند. از سوی هم کارشناسان سیاسی توجه جامعه جهانی به این نشست را گام مهم برای آینده افغانستان عنوان می نمایند. هرچند اینطور فکر میشه که آنن این کنفرانس ها باید نتیجه بده، ولی به هر صورت نتایج مثبت خودی داشته. این توجه جامعه بین المللی به افغانستان، حضور کمک های زیادی که به مردم افغانستان میکنن، به خاطر این همه فعالیت های خوب است که در جهت تقویه صلح و حکومت سازی از نگاه تخصصی سر ازی فکر میشه و جریان داره و ما انشاءالله شاید نتایج مثبت زیاد ازی خواهیم بود. این در حالی است که پایتخت فرهنگی افغانستان برای ششمین سال متوالی میزبان نشست بین‌المللی گفتگوهای امنیتی هرات است.